سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو در میان آثار پیترو کنساگرا، هنرمند ایتالیایی اجرا میکنم. در برنامه این هفته گفتگوی اختصاصی با مایکی درباره فیلم پیترلو. این ماجرا کاملا با شرایط امروزی ما مرتبطه، چون درباره دموکراسیه. نمایشگاه آثار فرانس وست در جورج پومپیدوی پاریس. نمایش تیم شنا، کاری از آیدا کیخایی. پیترلو عنوان فیلم جدید مایکلی، کارگردان انگلیسیه که این روزها در بریتانیا روی پرده است. مایکلی کارش رو با تئاتر شروع کرد، بعد به ساخت تئاتر و فیلم‌های تلویزیونی برای بی بی سی روی آورد و سرانجام قدم به عرصه سینما گذاشت. اگه مستندی رو که اخیراً در برنامه فرش قرمز بی بی سی فارسی پخش شده دیده باشین، با وجوه مختلف کارنامه سینمایی اون آشنایی. در برنامه این هفته ما یک گفتگوی اختصاصی با مایکلی داریم به مناسبت نمایش فیلم جدیدش پیترلو. من درام نویس و کارگردان با تجربه هستم. 21 فیلم بلند و تعداد زیادی فیلم کوتاه ساختم و حدود 30 نمایش به صحنه بردم. بنابراین کار من خلق درامه. تخصص، مهارت و هنر منه. انواع و اقسام فیلم ها از درامی خانوادگی با صحنه های دعوای توی راه پله گرفته تا درامی تاریخی با بازیگران و دکورهای مفصل مثل پیترلو. When I was a kid growing up in Manchester. بچگی تو منچستر زیاد سینما میرفتم. اون وقتا با خودم میگفتم خیلی خوب میشه فیلم‌هایی ساخته بشه که آدم‌ها توش واقعی باشن، چون اغلب نبودن. اون چه برام جذاب ثبت زندگی و آدم‌ها به شکل واقعیه. به نظرم این کار از همه چی جذاب‌تره. To me that's what's fascinating. Hello. Hi. Where you been? Town. Hello, Nat. What you been doing? Shopping. Yeah, what'd you got? Cheese and toasty. Yeah, lovely. Still got my glasses on. Thought I was going blind. Here you are. Ta-da, chocolate. You're chocolate, I'll eat you off. You are. I can give it up tomorrow. No trouble. Do you want coffee? No, thanks. Please. In the first half of the 1960s. در نیمه اول دهه 60 میلادی رسم بر این بود که فقط دیالوگ‌ها و جهت حرکت در صحنه را مشخص کنند. کسی تاریخچه شخصیت‌ها را بررسی نمی‌کرد و از بداهه پردازی هم خبری نبود. خلاقیت چندانی در کار نبود. برای همین هم من مدت زیادی رو در مدرسه هنر صرف ایجاد تغییر در این شیوه کار کردن کردم. Thinking this could be different. Don't light that cigarette, Nicola. We're eating. Don't eat. It's lunchtime. It's what you do at lunchtime. Eat. What's lunchtime anyway? It's only a convention. Nicola, if you want to smoke while we're eating, go up to your room, all right? Anyway, if you smoked less and you ate more, you wouldn't be sitting there looking like a skeleton. It's better than looking like a beach whale. Oh, thank you. زندگی همزمان هم کومیکه و هم تراژیک. اینقدر واضحه که حتی لازم نیست جستجوش کنین. من تا به حال مراسم ختمی نرفتم که یکم خنده‌دار نباشه. ختم خودم ببین چی بشه. You're disgusting. Oh, shut up. من نوشتن، تمرین و فیلم برداری رو با هم انجام میدم تا بازیگرا بتونن مشارکتی خلاق توش داشته باشن و صرفاً متنی از پیش آماده رو بازی نکنن. وقتی فیلم های من رو میبینین، میتونین مطمئن باشین که ثمره و چکیده یه روند طولانیه. روندی که در نهایت به خلق یک متن نمایشی مکتوب، روشن و دقیق منجر میشه.
We spent a good 6 months. من و بازیگرام دست کم 6 ماهی برای درآوردن نقش ها وقت میگذاریم تا بالاخره بعد از مدت ها تمرین و بررسی موقعیت ها بازیگرا بتونن نقش رو طبیعی در بیارن و راحت بداهه پردازی کنن تا بتونیم با تمرین فراوون صحنه تمیزی در بیاریم که آماده فیلم برداری شدن باشه و این بخش آخر همیشه در لوکیشن انجام میشه. Generally speaking, when you're looking at an actor, معمولاً بازیگرای سینمایی دارن یه جورایی نقش خودشون رو بازی میکنن. خودی که معمولاً زیبا و بی‌نقصه و گیر و گوشه‌های شخصیتش که جذابش هم میکنه محو شده و فقط یه موجود خوشگل و تر و تمیز و سکسی باقی مونده. حتی وقتی این جور بازیگرا نقش‌های نامتعارف رو بازی میکنن، همچنان نتیجه اغلب مصنوعی و زیادی سیغل خورده به نظر میاد. اگر برین تو مترو یا خیابون با گستره متنوعی از آدم‌ها مواجه میشین. تفاوت‌هایی که دلایل اجتماعی، اقتصادی، جسمانی، روانی، ژنتیکی و غیره دارند. من تو فیلم‌هام به دنبال همین تفاوت‌ها و به تصویر کشیدن اونها هستم. You should like Peter. He's a teacher. Why do people stop? از خودتون پرسیدین چرا آدم‌ها تو خیابون می‌ایستن و کار کردن کارگران ساختمانی مثل بیل زدن و ملات درست کردن اونها رو تماشا می‌کنن؟ چون تماشای آدم‌های واقعی در حال کار بسیار جذابه. کل ماجرای فیلمسازی از نظر من همینه. که حالا به جای تماشای کارگرا سر ساختمون بریم تو خونه زندگی و اتاق خواب این آدم ها و درد و رنج و شادیشون رو ببینیم و تراژدی و کمدی رو که در دل این زندگی های واقعی هست بیرون بکشیم. به نظرم خود زندگی سرچشمه بی پایان انواع قصه های شگفت انگیزه. چاپ سوی and plain noodles number 13 for 2. فیلم های من سبکی ریالیستی یا واقع گرایانه دارن و هدفشون رسیدن به ذات و جوهر واقعیته. درسته که ظاهرشون واقعی به نظر میاد، اما در واقع تمام این واقعیت ساخته شده است. Cruel reviews. Listen to this. To me, words and music alike reveal symptoms of fatigue in their respective composer and author. Thank you very much. من تا قبل از فیلم تاپسی توروی سالها همش فیلم‌هایی می‌ساختم که در زمان حال می‌گذشت. تاپسی توروی فیلمی بود درباره تئاتر عصر ویکتوریایی که آدم‌ها توش ظاهری شیک و بی‌نقص داشتن. می‌خواستم نشون بدم این زرق و برق مال دنیای کاریشونه که نمایشه و خودشون آدم‌های واقعی و چند وجهی‌اند. But what good is a parliament if it does not represent its people? What right does a king have to a payout from the government of £2 million per annum? A king who has lost his senses, if he ever had it. And what right does our good, gracious, illustrious, or should I say, big fat prince have with 1.5 million? He has no right! پیترلو قرار بود در تابستان سال 1819 در منچستر یک تجمع دموکراتیک و آروم باشه که در اون در درجه اول آدم‌ها درباره حق رأی صحبت کنند. چون در اون زمان در بریتانیا فقط 2% جمعیت حق رأی داشتن و در این حال نارضایتیشون رو از شرایط زندگیشون ابراز کنند. چون وضع معیشتی سختی داشتن و دولت هم به وضعشون توجهی نداشت. One man, one vote. Parliamentary representation. Preposterous proposition. Sedition. We must allow Hunt to speak so that he be seen to be inciting a gullible mass of people to riot. Then we may act with promptitude and vigor. پیترلو قرار بود یه راهپیمایی عظیم و آروم باشه که ترس و توهم مقامات رسمی و در این حال بی‌نظمی دست‌اندرکاران محلی باعث به آشوب کشیده شدنش شد. حدود 15 تا 18 نفر کشته و 700 نفر زخمی شدند.
پیترلو یکی از بزرگترین فجایع و یکی از کلیدی ترین لحظات تاریخ دموکراسی بریتانیا است. We are on the brink of liberty. Now is the time for action. Now the corrupt order will come crashing down. I grew up in the Manchester area. من در منچستر بزرگ شدم و با این حال چیز زیادی تا قبل از این درباره پیترلو نمی‌دونستم. در جریان تحقیق تقریبا روزی نبود که به خودم نگم این ماجرا کاملا با شرایط امروزی ما مرتبطه، چون درباره دموکراسیه، درباره شنیده نشدن صدای مردم و درباره واکنش‌های نامتناسب دولت هاست. بزرگترین چالش من تو این فیلم به ابعاد این رخداد تاریخی مربوط می شد. صحنه پردازی و فیلم برداری واقعی که در 1819 80 تا 100 هزار نفر تو شرکت کرده بودند و به تصویر کشیدن آشوب و خشونت ماجرا کار راحتی نبود. اما فیلم فقط درباره کشت و کشتار مردم نیست. بخش مهمیش درباره شرایطی که باعث این آشوب میشه، درباره طرف‌های مختلف دعواست و خانواده طبقه کارگری که در این ماجراها شرکت دارن. Not go to work. Aye, we'll have to make do without us. Well, get the sack. Not if all the mills turn out. Playing with fire. No, mother. This one will be different. Different? How? Well, there's hundreds going, women and children and all. To turn out in our Sunday best. Aye. Oh well, I best get my darning needles out then. Aye, you should. Same as Restit Street will be. I know they will, but so will that Naden and his bullies, the swine. Here is life. زندگی در برابرمونه و جادوی سینما، این ابداع شگفت‌انگیز در پایان قرن 19 هم به ما امکان میده به زندگی نگاه کنیم و اون رو به تصویر بکشیم و مردم هم به سینما برن و کنار هم این زندگی رو بر پرده نقره‌ای تماشا کنن. فوق‌العاده است. من سینما رو دقیقاً به خاطر همین قابلیت ترکیب واقعیت و تخیل دوست دارم. چیز دیگه‌ای که درباره سینما دوست دارم اینه که میتونیم اینجا در بریتانیا فیلمی بسازیم و مردم همه جای دنیا تماشاش کنن. این زبان جهانی سینما بسیار مهم و خلاقه و به من فیلمساز انگیزه زیادی برای کار کردن میده. Since times are so hard, my song to the poor, it doth pay some regard. For trade being dead, I'm weaving out a fold. But I hope in a few months, it will make amends for all. فرانس فست از مهمترین و تاثیرگذارترین هنرمندان معاصر اتریشیه که آثار پلاستیکی و سه‌بعدیش معروفه. زهرا امیر ابراهیمی به دیدن نمایشگاهی رفته که از آثار این هنرمند در مرکز جورج پومپیدوی شهر پاریس برگزار شده. فرانس وست سال 1947 در اتریش به دنیا آمد. او تغییر اساسی در مجسمه سازی نیمه دوم قرن بیستم ایجاد کرد. اگرچه دیر به شهرت رسید، ولی امروز به عنوان هنرمندی غیر قابل طبقه بندی بسیار مهم و مرجعی برای هنرمندای نسل جدید به شمار میره، به خصوص توی اروپا و آمریکا، چون آثارش رو بیشتر در اونجا نمایش دادن. باید توجه داشت که آثار وست در اوضاع و احوال آسیب دیده پس از جنگ جهانی دوم خلق شدند. وست در مواجهه با اون شرایط ویرانی راه شادی و بازیگوشی را انتخاب کرد.
خود او همیشه با دو کلمه فروید که یکی به زیگموند فروید روانکاو ارجاع داره و اون یکی فرویدر که در آلمانی به معنای شادی بازی میکرد. فروید لو پسیکانالیست و فرویدر آن آلمان لا جوا. اولین کاراش طراحی‌ها و مجسمه‌هایی بودند که میشه گفت تاریخ جدیدی از مجسمه‌سازی رو رقم زدن، چون اون توجهش رو به حرکات بدن و رابطه مجسمه و تن معطوف کرد و نوع جدیدی از مجسمه ابدا کرد که میتونه به وسیله مخاطب فعال بشه و در این حال مثل یک پروتز بدن هم باشه. این پیشنهاد برای زمان خودش یعنی اوایل دهه 70 کاملا بدی بود و همینطور خیلی سرگرم کننده بود و مخاطب رو در مرکز توجه میذاشت. اتفاق نامتعارف برای مخاطب که عادت داشت به تماشای اثر هنری بشینه. مثل این بود که رابطه اثر هنری و تماشاگر برعکس شده باشن. من در این نمایشگاه طراحی‌های اولیه فرانس وست رو که کمتر شناخته شدن معرفی می‌کنم. طراحی‌های کوچیک زغال روی کاغذ که آدم رو یاد وین، شهری که در اون به دنیا اومده، می‌اندازن. مردایی با لباس‌های بورژوا کشیده که حرکات غیر منتظره انجام میدن. آگهی‌ها یا پوسترها در واقع پوستر نیستن. آثاری هستن که از پوسترهای نمایشگاهی تقلید می‌کنن و به نوعی زبان موزه‌ای رو باز تولید می‌کنن. همون کاری که او با سایر عناصر نمایشگاهی هم انجام میده. مثلا در یکی از کارهایی که اینجا نمایش دادیم، دیوارهایی خلق کرده و روی این دیوارها نقاشیاش رو قرار داده. انگار خودش طراح صحنه آثار خودشه. پایه‌هایی درست کرده که شبیه پایه‌های سفید نمایشگاه هستن، اما در حقیقت بخشی از خود اثر هستن. وست در مجسمه‌های اولیه‌اش بیشتر از گچ استفاده می‌کنه و بعد در مجسمه‌های کاغذی مثلا پاپیه‌ماشه‌هاش شاهد اضافه شدن گاه به گاه فلز در پایه‌ها هستیم و بعد کم کم فلز بیشتر و بیشتر در مجسمه‌هاش استفاده میشه. در مجموعه کولبوک مجسمه‌های سراسر آلومینیومی درست می‌کنه با استفاده از اپوکسی‌های رنگ شده که به هم وصل شدن و مکان اتصال اونها مثل بخیه روی کار باقی موندن. انگار می‌خواد مجسمه‌هایی بسازه که به پایان نرسیدن و در این حال به دنبال رسیدن به فرمی از بی فرمیه. وست استعداد زیادی در مجسمه سازی داشت و مجسمه ساز زبردستی بود، اما به مصالحی علاقه داشت که الزاماً مصالح فاخری نبودن. استفاده از پسمونده ها، زباله ها و کاغذ تکنیک متداولی در دهه 80 نبود. بعدها به دلایل تکنیکی مصالح خودش رو تغییر داد. همونطور که در کتابخانه شهر پاریس می‌بینیم، در مجسمه سبز رنگ بزرگش اومگا یا در مجسمه سفید رنگی به اسم محل ملاقات، وست با استفاده از اپوکسی، آلومینیوم براق و سمق مات مجسمه‌های پایدارتری خلق کرده که این کیفیت جدیدی به آثار اواخر عمرش داده. تا
تابستونی که گذشت نمایش تیم شنا به کارگردانی آیدا کیخایی در جشنواره سامر ورکس تورنتو به زبان انگلیسی اجرا شد و قراره که چند ماه دیگه دوباره در تورنتو به روی صحنه بره. سام فرزانه به دیدن این نمایش رفته. نمایش تیم شنا راجع به 4 تا زنه که در یک شهری زندگی میکنن در یک منطقه در واقع جنوب شرقی ایران که آب نیست. I came here for that reason. Since there is no water in the valley, there can be no pool. You moved here because there is no water here? Yes. Two of my friends drowned in a pool here when they were working. البته اینا همه تمثیلیه، یعنی میتونه که این 4 تا زن میتونن جنوب شرقی امریکا باشن، هر جایی باشن، تمثیل این جریان که آب نیست ولی اینا دوست دارن شنا کنن. در واقع یکی از زنها تصمیم گیره که تو خونه خودش یک استخر فرضی درست کنه که همه چی خیالیه و اینا تصور کنن آب وجود داره و توش تمرین شنا کنن. و دقیقا میان کرال تمرین میکنن، پروانه تمرین میکنن، دایف تمرین میکنن و شنا رو کامل یاد میگیرن، ولی در زمین خشک، زمینی که توش آبی وجود نداره. و بعد تصمیم میگیرن که یک تیم شنا بدن به مسابقات ملی کشورشون. Across the street, I'll open the door to the building with my keys, and we'll go inside. نمایشنامه تیم شنا رو جابر رمضانی نوشته و در سال 1390 خورشیدی اون رو در تئاتر مولوی تهران به روی صحنه برده. آیدا کیخایی یکی از تماشاگران اجرای اون سال بوده. این نمایشنامه تمثیلی است از وضعیت زنان در نقاط مختلف دنیا که گاهی مجبورن آرزوهاشون رو در خیال دنبال کنن. We have to wear hijab. Oh, I think this is the long dress. چند سال پیش خبری خوندم که یک شناگر زن ایرانی از شرکت در مسابقات به خاطر حجابش محروم شده. Okay, ready? Almost. بعد کلن این موضوع شناگرای ایرانی، زنان ایرانی و اینا همیشه خب مسلماً من به عنوان زن ایرانی برام جذابه و به جز جذاب احساس وظیفه هم میکنم که راجبش کار کنم و حرف بزنم. دقیقا یک جاهایی بوده که من فکر میکنم اگر که در واقع اینو یه مرد کارگردانی میکرد خب اینا رو نداشت. من فکر میکنم اینایی که به کار اضافه شده به خاطر اینه که من زن هستم به کار اضافه شده، چون یک چیزایی مثلا یه مسائلی رو ما زنا داریم که واقعا اگه مرد کارگردانیش کنه اونا رو اصلا از بیرونه، درون اون ماجرا نیست دیگه که بخواد احساس کنه. میگم هممون زن بودیم، مثلا من گفتم که بچه‌ها من دوستام دو تا صحنه، مثلا شما با هم یه دوستین، گروهین، چی کار میکنیم ما زنا وقتی با همیم؟ ممکنه مثلا یهو یه برقصیم، یهو یه خیلی رها باشیم، آزاد باشیم. اینا همه رو وارد کار کردم. اعضای تیم شنا اونقدر تمرین در استخر خیالی رو جدی میگیرن که یکی از اونها در آبی که اصلا وجود نداره غرق میشه. ویلی!
او در زمانی غرق میشه که اعضای تیم رویای رسیدن به مدال رقابت‌های کشوری رو در سر داشتن. نمایش تیم شنا به تماشاگر تلنگر میزنه که نگاهی دوباره به وضعیت زنان بندازه. نیمی از جامعه که گاهی رسیدن به آرزوها حتی در خیال و در چهار دیواری خونه هم براشون ناممکنه. تماشا اینجا به پایان میرسه. برنامه ما رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینید. اگه خواستین گزارش ها و برنامه قبلی ما رو ببینید به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشید. تا برنامه بعدی خداحافظ.